دوستان با سلام فعل نتوانستن رو براتون آماده کردم بریم ببینیم که این فیلم چطور هستش قبل از اینکه توضیح بدم براتون تو ویدیو قبلی فعل توانستن رو داشتیم و چون فعل نتوانستن یه ساختار متفاوتی از فعل توانستن داره یه ویدیو دیگه براش حاضر کردم Uh, لطفا اگر تا حالا سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید چون uh, کانال که چک کردم دیدم بیشتر کسایی که uh, تماشا میکنن و لطف میکنن و uh, خلاصه uh, استفاده میکنن از uh, ویدیو ها بیشتر از کسی هستن که سابسکرایب نکردن خیلی خوشحال میشم که به جمع ما به پیوندید من یواش یواش میخوام که ویدیو های لایو هم بذارم اگر ویدیو های لایو بذارم بیشتر سابسکرایبر ها میتونم ببینن تا اونا که سابسکرایب نکردن ولی خب ببینیم که این روند چجوریه ایشالا که بتونم بیشتر در خدمتتون باشم تو فعل نتوانستن در فعل هایی که صدای کلف دارن فرمول به این شکل هستش که ریشه فعل رو داریم به اضافه صدای آ به اضافه پسوند هایی که برای اشخاص هستند یعنی برای بن، سن، او، بیز، سیز، اونلار، پسوندهای متفاوتی داریم که ازشون استفاده میکنیم مام ماسن ماز مایز ماسنز مازلار ببخشید تو مثالی که واسهتون میزنم بیشتر براتون جا تر میشه خب بریم سراغ مثال همون فعل یاپماک ریشه فعل یاپ رو داریم به اضافه آ و به اضافه پسوند همون کردیم یاپمام، یاپامام نمیتوانم انجام دهم یاپاماسن نمی نمیتوانی انجام بدهی یاپاماز نمی نمیتواند انجام دهد یاپاماییز نمی نمیتوانیم انجام دهید انجام دهیم یاپا نمی توانید انجام دهید؟ یا پامازلار نمی توانند انجام دهند. علاوه بر معنای نمی توانند یعنی پس بند قادر چیز معنای قادر بودن و توانستن به معنای اجازه نداشتن هم کاربرد داره. بریم سراغ فعل بعدی. فعل آلماک به معنای گرفتن، خریدن. آلامام نمی توانم بخرم. آلاماسن نمی توانی بخری و یا نمی بگیری. آلاماز نمی تواند بخرد و یا نمی بگیرد. آلامایز نمی توانیم بخریم و یا نمیتونیم بگیریم. آلاماسن نمی بخرید و یا نمی توانید بگیرید. آلامازلار نمی توانند بخرند. و یا نمیتوانند بگیرند با کامام نمیتوانم نگاه کنم و یا نگهداری کنم با کاماسن نمیتوانی نگاه کنی با کاماز نمیتواند نگاه کند با کامایز نمیتوانیم نگاه کنیم با کاماسنز نمیتوانید نگاه کنید با کامازلار نمی نگاه کنند و یا اجازه ندارند که نگاه کنند. فلسات ماک ریشه سات رو داریم. ساتامام نمیتوانم بفروشم. ساتاماسن نمیتوانی بفروشی. ساتاماز نمی بفروشد. ساتامایز نمیتوانیم بفروشیم. ساتاماسنوز نمی بفروشید. ساتا مازلار نمی توانند بفروشند. فعل بله بعدی اتورامم نمی توانم بنشینم. فعل اتورماک رو داریم. ریشه فعلمون اتور هستش. حالا یه بار دیگه از اول میگم. اتورامم نمی توانم بنشینم اتورام هستن نمی توانی بنشینی. اتورام هست نمی تواند بنشیند. اوترام نمیتونیم بشینیم. اوترام نمیتوانید نمی توانید بشینید. اوترام نمیتوانند نمی توانند بشینند. فیل کشماک رو داریم. ریشه فعل کش، دویدن. کشام ها نمی توانند بدوم. کشام ها سند. نمی توانید بدوی. بدوید. نمی کشامایز نمی توانیم بدویم. کشامازسنز نمی توانید بدوید. کشامازلار نمی توانند بدوند. از فعل بولماک به معنای پیدا کردن پس بنده ریشه فعل بول رو داریم. بولامام نمیتونم پیدا کنم. بولاماسن نمیتوانی پیدا کنی. بولاماز نمیتواند پیدا کند. بولاماییز نمیتوانیم پیدا کنیم. بولاماستنز نمیتوانید پیدا کنید. بولامازلر نمیتوانند پیدا کنند. از فعل دکونمک ریشه فعل دکون رو داریم. دکونمم نمیتونم دست بزنم. دکونمستن نمیتوانید دست بزنی همونطور که گفتم بنی اجازه نداشتن هم داره. دکوناماز نمی نمیتواند دست بزند، دکونامایز نمی نمیتوانیم دست بزنیم، دکو نماز سنید نمیتوانید دست بزنید، دکو نمی نمیتوانند دست بزنند. تا اینجای ویدیو را اگه دوست داشتید یه لایک like بکنید که خستگی منم در بره از فعل چالش مک کار کردن ریشه فعل چالش رو داریم. چالشام هم نمیتونم کار کنم چالشام نمیتوانی کار کنی چالشام هست نمیتواند کار کند چالشام نمیتوانیم کار کنیم چالشام هست نمیتوانید کار کنید چالشام از لر نمیتوانند کار کنند از فعل براکماک به معنای ترک کردن آه... و یا ول کردن و یا گذاشتن رفتن ریشه آه... فعل براک رو داریم برکمم یه بار دیگه میخونم نمیتونم ترک کنم براکاماسن نمیتوانی ترک کنی، برکاماز نمی تواند ترک کند، برکامایز نمی توانیم ترک کنیم، برکاماستنز نمی توانید ترک کنید، برکامازlar نمی توانند ترک کنند. از فعل آرامک به معنای زنگ زدن و یا جستجو کردن ریشه فعل آرا رو داریم حالا اینجا چون ریشه فعلمون به حرف صدادار ختم شده با پسوندی که این وسط اومده یعنی حرف صدادار آ برای اینکه دو تا حرف صدادار نمیتونن کنار هم باشن با یه حرف یه بینشون میاد این حرف یه رو اینجا گذاشتیم و با رنگ قرمز مشخص کردم که اینجا هم به این صورت میبینید میشه آرا یا مام خب تو موارد قبلی هم داشتیم هر جا دو تا حرف صدادار می برای راحتی تلفظ یه دونه هم حرف یه میومد بینشون آرایامام نمی نمیتوانم زنگ بزنم آرایاماسن نمی توانیم زنگ بزنی آرایاماز نمی تونه زنگ بزنه آرایامایز نمی توانیم زنگ بزنیم آرایاماسنز نمی توانید زنگ بزنید آرایامازلار نمی توانند زنگ بزنند یه مثال دیگه هم بزنم از فعل آلاماک به معنای گریه کردن ریشه فعل آلا رو داریم که اینم به یه حرف صدادار ختم میشه و بین یه پسفند صدادارمون حرف یه اومده آلایا نمیتونم گریه کنم آلایا نمیتوانی گریه کنی آلایا نمیتواند گریه کند آلا مای يماز... یا مایز نمی توانیم گریه کنیم آقلایا ماستنز نمی توانید گریه کنید آقلایا مازلار نمی توانند گریه کنند هم که گفتم معنی اجازه نداشتن هم داره یه مثال دیگه هم داریم فعل اویناماک به معنای بازی کردن آم باز هم به حرف صدادار ختم میشه یه یه همینجا اومده اوینایا نمی نمیتوانم بازی کنم اوینایا نمی نمیتوانی بازی کنی اوینایا ماز نمیتواند بازی کند اوینایا مایز نمیتوانیم بازی کنیم اوینایا نمی نمیتوانید بازی کنید اوینایا مازلار نمیتوانند بازی کنند حالا فعل بله. اونایلاماک رو داریم به معنای تصدیق کردن اوکی دادن قبول کردن ام. ریشه فعل اونایلا که کنار حرف فسونده آ اومده بازم حرف یه رو داریم اونایلایامام نمیتوانم تصدیق کنم اونایلایاماسن نمیتوانی تصدیق کنی اونایلایاماز نمیتواند تصدیق کند و یا اوکی بده اونایلایامایز نمیتوانیم تصدیق کنیم نمی نمیتوانید تصدیق کنید اونایلایامازلر نمیتواند تصدیق کنند دوستان برای اینکه تلفظاتون راحت تر بشه مثلا کلمه های طولانی مثل همینا که مثال زدم مثلا این یه دونه طولانیه بخش بخش هجا به هجا یک بار بخونید بعد دو سه بار سریع تکرارش کنید اینجوری راحتتر میتونید را بیفتید مغزتون عادت میکنه مثلا اونایلا یا ماستنز رو یک بار اونطوری میخونم او نای لا یا ببخشید او نای لا یا ماز نز اونای یا ماز نز. خوب بریم سراغ بعدی فعل صاغلاماک به معنای فراهم کردن اونم یه مثال دیگه هستش که به حرف صدادار ختم شده ساغلایا مام نمیتوانم فراهم کنم ساغلایا نمی نمیتوانی فراهم کنی ساغلایا نمی نمیتواند فراهم کند ساغلایا مایز نمیتوانیم فراهم کنیم ساغلایا نمی نمیتوانید فراهم کنید ساغلایا مازلار نمیتوانند فراهم کنند یه حده تو تلفظ حرف یمشا گه یعنی گه نرم مشکل دارن همونطور که از اسمش معلومه بهش بگن گه نرم خب گه نرم میشه چی میشه حرف غه. ولی خب یه خورده نرم تر از اون یه خورده بیشتر تو هوا تلفظش میکنید مثال میزنم دوباره فعل اولی رو میخونم sağlayamam. اونجا حرف غیر و حرف غین خودمون رو یه طوری که زیاد سخت به دهنتون قلقلک نده تلفظ میکنین به همین راحتی اوکی میرسیم به فعل هایی که حرف حرف ببخشید صداهای نازک رو دارن اینجا هم ریشه فعل رو داریم به اضافه حرف ا و به اضافه همون پسوند با صداهای نازک. یعنی مم، مز سنیز، مز، ببخشید اولی، مم، مز سنیز، مز، میز، مز سنیز مز میز مز مزلر. ام خب دقت بکنه که تمام این صداهای حروف ای که اینجا میبینید صدای امیده خب بریم سراغ مثالامون فعل انجام دادن فل اتمک رو داریم ریشه فل ات رو داریم که وقتی که بعد از قبل از حرف صدا داره قرار میگیره ت برای تلفظ شدن روونتر تبدیل به د شده مثلا میگیم چی ادمم یعنی نمیتوانم انجام دهم ادم از سینز نمیتوانی ببخشید اددم استن نمی توانید انجام دهی. اد از نمی تواند انجام دهد دم یز نمی توانیم انجام دهیم اددم ازسی نمی توانید انجام دهید اددم ال نمی توانند انجام دهد دوستان هر دو گروه فعل رو با فعل انجام دادن شروع کردم یکیش فعل یاپماک بود اینجا هم فعل اتمک رو داریم لطفا ویدیوهای فعل یاپماک و فعل اتمک رو اگر نگاه نکردید برید داخل کانال و نگاه بکنید اونجا از هر کدوم نشون دادم که چجوری وقتی کنار کلمه های دیگه قرار میگیرن چه معنی هایی رو میتونن داشته باشن اون دوتا ویدیو خیلی, خیلی 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 کمکتون میکنه حتما به دونانم ببینید اگر ندیدید خب بریم سراخ فعل بعدی فعل گیت مک ریشه فعل گیت رو داریم همونطور که میبینید وقتی قبل از صدای ا اومده تبدیل به د شده خب گیدمم نمیتوانم بروم گیدم هستین نمیتوانی بروی گیدم است نمیتواند برود گیدم ایز نمیتوانیم برویم گیدم هستینیز نمیتوانید بروید گیده مزلر نمی توانند بروند. خب این سراغ فعل بعدی. فعل گلمک. گلمک. آمدن ریشه فعل گل رو داریم. گلمم نمیتوانم بیام. یه بار دیگه میگم دیگه من نمی نمیتوانم بیام گله مسین نمی توانی بیایید گل مزل نمی بیاید گله ایز نمی بیاییم گل م نمیتوانید نمی توانید بیایید گل مزلر نمی توانند بیایند اگه دقت کرده باشید همشون به غیر از میز صدای ا رو داشتن اینجا چون بعد این صدای ای رو داریم یه خورده به ا تمایل داره یعنی اینجا یه بار دیگه تلفظ میکنم. گلمم، گلمستین، گلم گلمستین، گلمست، گلمم، گلمستین، گل gelemezsin gelemez gelemeyiz گل gelemezler از فعل ایچ مک به معنای نوشیدن پس من ویشه فعل ایچ رو داریم ایچه مم نمیتوانم بنوشم ایچه مستین نمیتوانی بنوشی ایچه مز نمیتواند بنوشد ایچه مییز نمیتونیم بنوشیم ایچه مستین نمی نمیتوانید بنوشید ایچه مزلر نمیتوانند بنوشند از فعل گرمک به معنای دیدن ریشه فعل گور رو داریم یعنی ببین حالا ببینیم که نتونستنش چجوریه گرمم نمیتوانم ببینم گرم از سین نمیتوانی ببینی و یا اجازه نداری ببینی گرم از نمیتواند ببیند گرم ایز نمیتوانیم ببینیم گرم مسته نیز نمی توانید ببینید گره مزلر نمی توانند ببینند از فعل ورمک به معنای بخشید ورمک به معنای دادن ریشه فعل ور رو داریم که وقتی در کنار پسفنداری دیگه قرار میگیره ور تلفظ میشه حالا تو پسوندش میگیم ورمک و تو فعلاش ور تلفظ میکنیم مثلا میگیم ورمم نمیتوانم بدهم ورم نمی نمیتوانی بدهی ورم از نمیتواند بدهد ورمیز نمی نمیتوانیم بدهیم ورم از سینیز نمیتوانید بدهید ورم از لر نمیتوانند بدهند فعل این مک این مک به معنای پیاده شدن پایین آمدن استفاده میشه حالا ببینیم که چجوریه اینمم نمی نمیتوانم پایین بیایم اینم از نمی نمیتوانی پایین بیایی اینم از نمیتواند پایین بیاید اینم ایز نمیتوانیم پایین بیاییم اینم از نمی نمیتوانید پایین بیایید اینم از لر نمیتوانند پایین بیاین این پایین آمدن به معنای کم کردن نمره هم میشه به معنای کم کردن قیمت هم میشه استفاده بشه خب به سراغ فعل بعدی فعل گتیر مک به معنای آوردن ریشه فعل گتیر رو داریم گتیرمم نمیتوانم بیاورم گتیره مسه نمیتوانی بیاوری گتیره مز نمیتواند بیاورد گتیره میز نمیتوانیم بیاوریم گتیره مسه نیز نمیتوانید بیاورید گتیره مزلر نمیتوانند بیاورند دوستان اگه لایک نکردین تا حالا تا اینجا شو لایک بکنین دستون در نکن فعل گتورمک به معنای بردن خب همونطور که میبینید صداهای نازک او و او رو داره ام. گتورمم نمیتوانم بردارم گتورم هستین نمیتوانی برداری گتورم نمیتواند بردارد گتورم ایز نمیتوانیم برداریم گتورم از نمیتوانید بردارید گتورم نمیتوانند بردارند یه بار دیگه تلفظ میکنم گتورمم گتورم هستین گتورم از گتورم ایز گتورم فعل بیتیرمک به معنای تمام کردن ریشه فعل بیتیر رو داریم بیتیرمم نمیتوانم تمام کنم، بیترم از سن، نمی توانی تمام کنی، بیترم از نمی تواند تمام کند. بیتریم مییز نمی توانیم تمام کنیم، بیترم از سنیز نمی توانید تمام کنید، بیترم ازلر نمی توانند تمام کنند. یه <تصفح> بار دیگه می خونم، بیتریمم، بیترم از سن، بیتریماز، بیتریم مز. یز، بیترم بیتریم بیترم بیتریماز سنیز فعل گروشمک به معنای ملاقات کردن و بعضی وقتا به معنای تلفنی صحبت کردن هم میشه خب ریشه فعل گروش رو داریم به معنای بینش هم به کار میره کلمه گروش به معنای اسم در حالت اسمی به معنای بینش هم به کار میره خب گروشمم نمیتوانم ملاقات کنم گروشم مسین نمیتوانی ملاقات کنی گروشم از نمیتواند ملاقات کند گروشم ییز نمیتوانی ملاقات کنیم گروشم از, از نمیتوانید ملاقات کنید گروشم مزلر نمیتوانند ملاقات کنند خب رسیدیم به فعلایی که به حرف صدادار ختم میشن مثلا فعل سویلمک مک ریشه فعل سویله رو داریم که به حرف صدادار ا ختم شده و کنار پسوند ا که قرار میگیره یه حرف یه هم قرار میگیره خب سویله مم نمیتوانم بگویم سویله مستن نمیتوانی بگویی سویله مست نمیتواند بگوید سیله مییز نمیتوانیم بگوییم سویله مسنیز نمیتوانید بگویید سویله مزلر نمیتوانند بگویند یه بار که تلفظ میکنم سویله مم سیله مسین سیله مز سیله مییز سیله مسنیز سیله مزلر فعل دینلمک ریشه پر دینله رو داریم به معنای گوش کردن آه... خب بریم ببینیم چه جوریه دینله نمی نمیتوانم گوش کنم دینله نمی نمیتوانی گوش کنی دینله مز نمیتواند گوش کند دینله میز نمیتوانیم گوش کنیم دینله نمی نمیتوانید گوش کنید دینله مزلر نمیتوانند گوش کنند مثال بعدی از فعل تمیزله مک به معنای تمیز کردن فعل ریشه فعل تمیزله رو داریم همونطور که میدونید ریشه های فعل و فعل امر هم هستند هر ریشه فعلی به عنوان فعل امر هم به کار برده میشه تمیزله یعنی تمیز کن خب تمیزله نمیتوانم تمیز کنم تمیزله مسین نمی تمیز کنی تمیزله مز نمی تمیز کند تمیزله میز نمی تمیز کنیم تمیزله مسینز نمی توانید تمیز کنید تمیزله مزلر نمی تمیز کنند. خب فل یورومک به معنای راه رفتن پس ریشه فله یورو رو داریم اینجا همونطور که میدید دوباره دوتا حرف صدادار اومدن و بینشون یه اومده و ببینیم که چطور هستش یورویمم هم نمیتوانم راه بروم یورویم هستین نمیتوانی راه بروی یورویم هست نمیتواند راه برود یورویم هستین یورویم يورو... نشد یه بار دیگه میگم یورویه میگیز نمیتوانیم راه برویم یورویه نمی نمیتوانید راه بروید یورویه مزلر نمیتوانند راه بروند یه بار دیگه میخونم یورویه مم یورویه مستن یورویه مز یورویه میگیز یورویه مستنیز یورویه مزلر از فعل یمک پسوند ببخشید ریشه فعل ی رو داریم نه نوشتم کاش می نوشتم آخه ریشه فعل ی رو داریم ولی خب زمانی که به صورت فعل به کار برده میشه بعضی جاها یه نوشته نمیشه ی نوشته میشه و ی هم گفته میشه یعنی به صورت یی ازش استفاده میکنن به معنای خوردن هستش. ببینیم که چطور ازش استفاده میکنیم. یه من نمیتوانم بخورم. یه مستن نمیتوانی بخوری. یه مز نمیتواند بخورد. یه نمی نمیتوانیم بخوریم. یه مستنیز نمیتوانید بخورید. یه مزلر. نمیتوانند بخورن. یه بار دیگه تلفظ میکنم یه مم یه میز یه مز یه میز اشتباه شد یه بار دیگه میخونم یه مم ییه مسین ییه مز یه میز یه مسینیز یه مزلر ببخشید یه خود خستم از سر کار اومدم گفتم دیگه اینم تمامش کنم زبونم نمیچرخه <خب>, خب فعل گیمک به معنای پوشیدن ام خب میشه گیمم نمیتوانم بپوشم گیه مسن نمیتوانی بپوشی گیم از نمیتواند بپوشد گیم یز نمیتوانیم بپوشیم گیه از نمیتوانید بپوشید گیم از نمیتوانند بپوشند خب بگم تموم شد اوکی. دوستان به پایان آمدیم ویدیو درس ها همچنان, همچنان باقی است امیدوارم به زودی بتونم براتون لایف بذارم لطفا هر سوالی داشتید بنویسید من تا اونجایی که بتونم جواب میدم سوال های معنایی نپرسید لطفا گوگل ترنسلیت هست برید از اونجا نگاه بکنید مگه اینکه واقعا دیگه در نیاد بعد لطفا این ویدیو ها رو شیر بکنید که به دست کسایی که احتیاج دارن برسه اونا هم بتونن استفاده بکنن شب و روزتون خوش درساتون رو تکرار بکنید ویدیوها رو تکرار بکنید نوتاتون رو یاد رو تکرار بکنید فقط با تکراره که میتونید یاد بگیرید سلامت باشید موفق باشید